به نام خدا. با نرم افزار آدوس میشه طرحهای مانند این رو اجرا کرد. میتونین قلم خوشنویسی آدوس رو اجرا کنین، بی نهایت متن وارد صفحه کنین، هم با فونت انگلیسی، هم با فونت فارسی و هم تعداد بی نهایت استیکر وارد محیط کار کنین، علاوه بر اون تصویر زمینه که در بکگراند قرار میگیره. این آموزش مربوط به نرم افزار آدوس هست که قلم خوشنویسی شکسته نستعلیق رو داره و همچنین محیط کارش با نستگار یکی است که اون هم قلم خوشنویسی نستعلیق رو داره. این دو نرم افزار محیط کارشون شبیه همه، برای همین آموزش اونها رو در یک فیلم قرار دادم، منتها قلمشون با هم فرق داره. نرم افزار آدوس رو اجرا میکنیم. خب برای کار، برای شروع یک متن رو وارد میکنیم. خب برای ورود متن از این جعبه استفاده میکنیم. سایز متن رو تعیین میکنیم و متن رو وارد میکنیم. برای گرفتن حروف میتونین با لمس یا با انگشت حروف رو بگیرین و حرکت بدین، یا تک تک حروف رو. اجازه بدین من زوم کنم. برای زوم از این دکمه استفاده میکنیم، یه مقدار نزدیکتر باشه. خب برای گرفتن حروف میشه از لمس استفاده کرد و همچنین از این دکمه هایی که این زیر قرار دارن. ببینین هر کلمه یا حروفی که انتخاب میشن دورشون کادر میاد. حروفی که دورشون کادر هست یعنی انتخاب شدن. الان کلمه خو انتخاب شده است. هم میتونین با انگشت حرکتش بدین، هم با این ابزار. یک راه دیگه هم برای حرکت دادن هست که در قسمت ویرایش در جابجایی قرار داره که بعداً توضیح میدم. خب حالا اگر بخواید نقطه ها رو حرکت بدین، مثلا نقطه همین خ رو هم با انگشت میشه گرفتش حرکتش داد، که البته این کار خیلی سخته چون بعضی وقتا نقاط خیلی ریزن، و یا با این دکمه، که البته با این دکمه خیلی راحت میتونین تمام نقاط رو گرفته و در جای دقیق خودشون بذارین. برای پاک کردن نقطه ها هم از این دکمه کوچکی که اینجا قرار داره میشه استفاده کرد. مثلا من کلمه بعدی رو انتخاب میکنم که شنو هستش. خب این نقطه، سه نقطه با این یک نقطه قاطی شده، یه مقداری میشه راحت جداشون کرد به وسیله این ابزار. و بعد برای اینکه بریم به نقطه بعدی از این دکمه استفاده میکنیم. برای حرکت دادن کل کلمه از این دکمه استفاده میکنیم. برای رفتن به کلمه بعدی یا کلمه قبلی به این شکل. هر کلمه رو بخوایم بگیرین یا هر مجموعه حروفی رو از این ابزار اگر استفاده کنین خیلی راحت تره. خب برای تغییر دادن شکل حروف که یکی از نقاط قوت آدوس هست، میتونین از دکمه که اینجا ظاهر میشه استفاده کنین. این دکمه تی مخفف تغییر هستش. وقتی که کلمه حرفی رو انتخاب میکنین که دورش کادر آبی رنگ هست، این دکمه اتوماتیک ظاهر میشه و خود آدوس تشخیص میده که کجا باید این دکمه ظاهر بشه. کافیه روش بزنین تا اون حرف به شکل‌های مختلف خودش در بیاد. یعنی میم دراز، میم متوسط و میم کوتاه. اگر حرفی قابل تغییر نباشه، مثلا این نر، من این اول انتخابش میکنم. الان انتخاب شده است. ببینین این دکمه تغییر از بین رفت، برای اینکه اصلا حروف قابل تغییر نداره. اما مثلا حرف بعدی که الف هست، این قابل تغییره، به شکل‌های مختلف در میاد و با همین دکمه میتونیم به شکل‌های مختلف در بیاریم. خب بعضی از کلمات هم هستن که دو حرف یا بیشتر حروف قابل تغییر دارن، برای همین این دکمه اینجا ظاهر میشه. با این دکمه میتونیم دسترسی داشته باشیم به هر حرف قابل تغییر در همون کلمه. مثلا الان کادر آبی رنگ روی سین هست، اگر دکمه ت رو بزنین یا تغییر، اون حرف سین به شکل کشیده یا به شکل‌های مختلف دیگه‌اش در میاد. حرف واو رو هم میشه تغییر داد. باز اول با این دکمه انتخابش می‌کنیم و بعد دکمه تغییر رو می‌زنیم. ببینید. برای زوم کردن به توی صفحه کار هم از همین ابزار بالا استفاده می‌کنیم. فرض می‌کنیم الان ما در حالت زوم هستیم.
وقتی که زوم میکنین دکمه زوم فعال، تمام نقاط حذف میشن، تمام این دکمه های ابزارها حذف میشن. بعد از اینکه زوم رو غیر فعال میکنین، دکمه ها فعال میشن. خب حالا اگر ما بخوایم به اون قسمت از صفحه بریم که این کلمه خوشنویسی واقع شده، چون در حالت زوم هستیم، باید دوباره روی دکمه زوم بزنیم و با انگشت صفحه رو بکشیم به سمت چپ و بعد دوباره دکمه زوم رو بزنیم تا بتونیم کارمون رو در اون قسمت انجام بدیم. دکمه آندوریدو هم در اینجا قرار داده شده که یک مرحله یک مرحله برمیگردونه به حالت قبل و همچنین به حالت بعد. این ریدو هستش. دکمه لاک هم خیلی ساده است. کافیه کلمه یا کلماتی رو انتخاب کنین و دکمه لاک قفل رو بزنین و اون کلمه میچسبه به بک‌گراند و دیگه تغییر نمیکنه تا بتونیم کارهای دیگه‌مون رو مثلا روی اون کلمه انجام بدیم. الان این چسبیده به صفحه و خیلی راحت ما میتونیم روی حروف دیگر کار کنیم. اگر بخوایم از حالت آن لاک درش بیاریم و آن لاکش کنیم، تنها راه گرفتن با این ابزاره. یعنی اول باید اون کلمه رو با این ابزار انتخاب کنیم که دورش کادر خاکستری میاد و بعد آن لاک رو بزنیم. برمیگرده به حالت فعال خودش. راجع به تغییر حروف هم یک چیز من یادم رفت بگم، اون هم در نرم افزار خوشنویسی آدوس شکست نستعلیق میشه بعضی از حروف رو به حروف قبلشون چسبید، البته بر طبق قوانین شکسته. الان ما این الف رو اینجا تغییر دادیم، فقط خود الف تغییر کرد. اما اگر این الف رو بخوایم تغییر بدیم، یعنی انتخابش کنیم و دکمه تغییر رو بزنیم، در شکست نستعلیق میشه این حرف چسبیده بشه به حروف قبلش. ببینید من الان دکمه تغییر رو که میزنم، الف چسبید به فرا. اگه دوباره بخوایم الف رو به شکل دیگه در بیاریم یا اصلا از این حالت دوباره در بیاد، باز باید انتخابش کنیم با این ابزار و دکمه تغییر رو بزنیم. این الان یک الف دیگه است، الف کوچک پیچی به قولی، و بعد برای اینکه دوباره تغییرش بدیم باز باید انتخابش کنیم. کادر آبی رنگ هنوز روی الفه و دفعه بعد که میزنیم باز میشه، یعنی به حالت اول خودش برمیگرده و این اتفاق برای خیلی از حروف و کلمات میفته در نست، در شکست نستعلیق یعنی در آدوس، ولی در نستگار این امکان وجود نداره چون قوانین نستعلیق با شکست فرق. خب حالا به منوی ویرایش میپردازیم. منوی ویرایش اکثر گزیناش خاکستری است، یعنی غیر فعاله، برای اینکه هنوز حرف یا کلمه رو انتخاب نکردیم. بعد از انتخاب یک کلمه، حروف یا اون گزینه ها به حالت آبی رنگ در میاد، یعنی فعال. ببینید الان من یک کلمه رو انتخاب کردم، ویرایش رو میزنم، ببینید تمام اینها آبی شد، یعنی فعالن و آماده انجام کار. الان که انتخاب فعال نیست، یعنی کلمه رو انتخاب نکردیم، فقط بعضی از ابزار فعال هست که ربطی به ویرایش کار ندارن. مثلا ما الان بخوایم تمام حروف رو بگیریم، از انتخاب همه استفاده میکنیم که البته با کشیدن انگشت روی صفحه هم میشه تقریبا تمام حروف رو انتخاب کرد، ولی خب این کاری خود سخته. دکمه انتخاب همه تمام حروف رو انتخاب میکنه. منو خیلی ساده است و زیاد سخت نیست. حذف کلمات منتخب، تمام حروفی که انتخاب شدن پاک میشن. این الان هیچی تو صفحه نیست. آندو. بعد از اون یه مقدار انتخاب میکنیم از حروف رو. ویرایش. کپی. دکمه کپی رو که بزنیم، یه کپی از اون نرم حروفی که انتخاب شدن میگیره و در جا میچسبونه رو صفحه نمایش. یه مقدار زوم کنم به جلو. الان من این حروف رو انتخاب کرده بودم و دکمه کپی رو زدم، اینا انتخاب شدن. بعد از اون دکمه ویرایش تصویر زمینه است، منتها چون الان تصویر زمینه ما اضافه نکردیم، این غیر فعال خاکستریه، پس یه تصویر زمینه اضافه میکنیم. از این گزینه میتونیم استفاده کنیم برای اینکه یه بک‌گراند بزرگ این پشت در پس زمینه قرار بگیره. خب من این رو انتخاب میکنم. تنظیم سایز و بعد ورود. خب الان میتونیم یک مقدار، البته معمولا وقتی بک‌گراند میاد یه خورده پررنگه، برای اینکه این مقدار کم رنگش کنین و متنتون قابل نمایش بهتری داشته باشه، بهتر ویرایش تصویر زمینه رو بزنین و یه مقدار از اون شفافیت تصویر زمینه کم کنین تا متنتون کاملا واضح باشه.
خب ما تصویرمون الان اضافه شده است. برای پاک کردنش هم از همین ویراژ زمینه میتونید استفاده کنین، حذف تصویر زمینه و تاییدو که بزنین حذف میشه. من الان حذفش نمیکنم. یه گزینه دیگه که اینجا اضافه شده در اسلایدرها، این مثبت و منفی است که ابزار دقیق تری در اختیارتون میذاره برای یک پله زیاد و کم کردن اون عدد اسلایدر که در بسیاری از اسلایدرهای این نرم افزار قرار داده شده. بعد از اون میریم برای تغییر رنگ. فعلا خروجی و ذخیره رو توضیح نمیدم، تا این قسمت دوم منو رو هم توضیح بدم. تغییر رنگ خیلی ساده است. بعد از انتخاب متنتون تغییر رنگ رو میزنیم، جعبه تغییر رنگ باز میشه و خیلی راحت رنگ اون قسمت از انتخابتون عوض میشه. در قسمت جعبه رنگ هم 12 رنگ آخری که انتخاب شده، ما الان چون فقط یه رنگ انتخاب کردیم، این یکی اینجاست، 12 رنگ آخر اینجا ذخیره میشه که بعدا بتونین استفاده کنین. مثلا من الان خور رو هم انتخاب میکنم و اینو رنگش رو مثلا یه رنگ دیگه میذارم، سبز. خب الان من بخوام یکی از اینها رو به رنگ قرمز در بیارم، همون قرمزی که قبلا انتخاب کرده بودم، چیکار کنم؟ از جعبه رنگ استفاده میکنم. تو جعبه رنگ دیگه هست، دیگه قسمت رنگ نمیرم، میرم تو جعبه رنگ و الان این یسی با نرم افزار رنگشون یکی هستش. خب یه مقدار از اینا رو انتخاب میکنیم. افزودن سایه هم که خیلی ساده است، کافیه بزنید روی افزودن سایه و بعد اینجا فاصله سایه و یا میزان محو بودن سایه رو انتخاب کنین، رنگ سایه رو انتخاب کنین. مثلا من رنگ آبی میذارم. خب تموم شد. چون یه خورده دوره، من یه خورده زوم میکنم تا سایه رو ببینیم. خب الان سایه مشخصه با رنگ آبی محو در اینجا قرار گرفته. دکمه حذف سایه هم در همون جعبه قرار گرفته. شما ابتدا اون قسمت از متنی که میخواین سایهش حذف بشه رو انتخاب میکنین، همون قسمت افزودن سایه رو میزنین و دکمه حذف سایه رو که بزنین سایه ازش برداشته میشه. برای تغییر اندازه هم ابتدا انتخاب، بعد از این منو تغییر اندازه و خیلی راحت میتونین سایز رو تغییر بدین و از این ابزار هم میتونین برای دقت بیشتر استفاده کنین. و جابجایی که این ابزار جدید اضافه شده به آدوس که باهاش میشه خیلی دقیق حروف رو تغییر داد. این عددی که اینجاست به پیکسل، الان 5 پیکسل 5 پیکسل داره حرکت میکنه. اگر بخواین میتونین اینو بیشترش کنین، مثلا 50 پیکسل، یا برای کارهای خیلی ظریف 1 پیکسل. اینجوری با دقت خیلی زیاد میتونین اون متنتون رو در قسمت مشخص خودش قرار بدید. خب یه بخش مهم که در آدوس اضافه شده و همچنین در نستگار، این بخش بخش ها هستش. این قسمت بالایی که الان داشتیم در این محیط کار میکردیم، قسمت خود نرم افزار خوشنویسی هست به نام آدوس و یا در نستگار، اینجا نوشته نستگار. قسمت تصویر و عکس که با بک‌گراند سبز نشون داده شده و متن معمولی. هر کدوم از این بخش ها همون چیزی که در اون بخش نوشته شده رو میتونیم باش کار کنیم و به محیط کار اضافه میشه. و ما الان برای اضافه کردن تصویر وارد بخش تصویر و عکس میشیم و حالا ببینید که منو عوض میشه، کلا رنگ این منو عوض شد، سبز شد، یعنی ما در بخش تصویر هستیم و الان دیگه با این حروف نمیشه هیچ کاری کرد. اینا همه به بک‌گراند چسبیدن، ما فقط میتونیم به کار تصویر خودمون بپردازیم و تعدادی استیکر مثلا وارد محیط کار بکنیم. خب دکمه اضافه کردن تصویر رو میزنیم، اون تصویری که مایلیم اضافه بشه رو انتخاب میکنیم، حالا یا استیکر یا هر تصویر دیگه که مورد نظرتون هست، و اون سایز دلخواه رو بهش میدیم و وارد میکنیم. البته همه اینا قابل تغییره. در بخش استیکر خیلی راحت میشه تصویر رو چرخون، مات کرد و یا خیلی کارهای دیگه. از منوی ویرایش استفاده میکنیم برای کارهای دیگه که روی تصویر میخوایم انجام بدیم، مثلا اندازه
اندازه استیکر رو تغییر میده، چرخش استیکر رو میچرخونه و اتفاقات دیگه ای که میشه با منوی ویرایش انجام داد، مثل شفافیت، رنگ استیکر رو عوض کردن، جبه رنگ هم اینجا هست، سایه دادن و کپی و حذف اون استیکر. دکمه کپی یه کپی از همون استیکر میسازه. بعد میریم به بخش متن معمولی، اونجا هم مثل بخش استیکر هستش و دیگه با اون بخشای دیگه نمیشه کار کرد، همه اونا به بک‌گراند چسبیدن و فقط میشه متن وارد کرد و ویرایشش کرد. یک متن وارد میکنیم. خب متن آزمایشی اول اینجا میتونین راست چین، چپ چین و بقیه امکاناتی که به اون متن داده میشه رو انتخاب کنین، مثلا آندرلاین و ایتالیک کردن و متن رو وارد صفحه کنین. خب متن ما با یه خط فسفوری زیرش نشون داده میشه، یعنی متن انتخاب شده است. اگر من بیرون متن کلیک کنم از حالت انتخاب در میاد، وقتی که روش کلیک کنیم یه خط دورش اومده، زیرش اومده، یعنی انتخاب شده است و میتونین باهاش کارهای خاص انجام بدین. این منو الان تمام قسمتاش فعاله، یعنی میشه اون متن رو روش کار کرد. اگر من اینجا کلیک کنم و اون خط سبز از بین بره، دیگه این منو غیر فعال میشه، جز یکی که بعدا توضیح میدم این برای چی هستش. خب ما متنمون رو انتخاب میکنیم، ویرایش که همون متن رو میتونین غلط گیری کنین یا اینکه تغییرش بدین، عوضش کنین، تغییر فونت که 30-40 تا فونت در خود نرم افزار قرار داده شده، میتونین فونت اون متنتون رو عوض کنین. و یه چیز خوب دیگه هم که در این نرم افزار قرار داده شده اینه که شما میتونین 5 متن از 5 فونت از خودتون وارد نرم افزار کنین، به طوری که مثلا من یه فونت خریدم مال خودم و میخوام توی نرم افزار استفاده کنم، برای اینکه بتونم این فونت رو استفاده کنم غیر از این فونت های پیش فرض خود نرم افزار، باید این کار رو انجام بدین. اول متنتون رو انتخاب کنین و بعد از این قسمت فونت های من فونتتون رو تغییر بدین. منتها چون هنوز ما فونتی اضافه نکردیم از خودمون به نرم افزار، اینجا نوشته هنوز فونتی انتخاب نشده، هنوز فونتی انتخاب نشده. خب فونت اضافه کردم به محیط کارم خیلی ساده است. دکمه ویرایش فونت های من رو میزنیم، اینجا جعبه که باز میشه 5 فونت برای شما امکان اضافه شدن داره، روش کلیک میکنین و جای اون فونت رو به نرم افزار نشون میدین. اول اجازه کار به نرم افزار باید بدین، بعد میرین اون قسمتی که فونتاتون قرار داره و بدونین در کدام پوشه قرار داده شده اون فونتتون. خب من مثلا یه فونت به نام یکان اینجا گذاشتم در داخل یه پوشه، فقط جاشو باید بدونین کجاست، کافیه روش بزنین و فونت اضافه شد به همین سادگی. ببینین الان این جمله هم عوض شد فونتش و با همون فونتی که مال خودتون هست نوشته شده. خب حالا میتونین این متن رو یه خورده اجازه بدین من این سایزشو بزرگ کنم. خب الان میتونین این فونت این متن رو تغییر بدین با فونت شخصی خودتون که اینجا هم الان ببینیم به صورت آبی رنگ نشون داده میشه. فقط دقت کنین اگر متن رو انتخاب نکرده باشین و دکمه فونت های من رو بزنین خاکستریه، یعنی غیر فعال. شما اول باید همیشه متن یا اون تصویر یا اون کار خوشنویسیتون انتخاب کنین تا بتونین روش کار کنین. خب ما انتخابش میکنیم، فونت های من، فونت شخصی یک. الان این فونتی که روی این اعمال شده مال خودم هستش، اصلا با نرم افزار کاری نداره و از داخل مثلا سیستم خودم اضافه کردم به نرم افزار. و به این صورت میتونین 4 فونت دیگه هم غیر از این یه دونه اضافه کنین و همچنین میتونین فونت ها رو هر بار تغییر بدین، عوضش کنین بعد از اینکه خروجی گرفتین. و فقط دقت کنین که فونت هایی با پسوند TTF باید وارد آدوس بشن یا وارد نستگار، فرمت های دیگه قابل اجرا نیستن. و همچنین فونت های استاندارد، چون بعضی فونت ها استاندارد نیستن و به صورت کلم حرف حرف جدا اجرا میشن روی در محیط کار. خب حالا یک سری توضیحاتی هم راجع به این منو بهتون بدم. جا به جای متن که همون تغییر جا دادن متن خیلی ساده است، چرخش متن، رنگ متن، شفافیت، اینا همه جز چیزایی که خیلی راحت میتونید خودتون تست کنین و باهاش کار کنین. بعد از اینکه کارتون انجام شد، ببینید ما الان متن وارد کردیم در بخش متن معمولی،
تصویر وارد کردیم در بخش تصویر، بخش سبز رنگ، و در قسمت آدوس که این زرد رنگه ما کارهای خوشنویسی رو مثلا انجام دادیم. حالا میخواییم خروجی بگیریم، یک تصویر ازش خارج کنیم که بتونیم مثلا به دوستامون بدیم به صورت عکس نوشته و تحویل بگیریم یه جورایی. اینجا باید وارد بخش آدوس بشین اول، چون خروجی گرفتن در بخش آدوس قرار داره. وارد بخش آدوس میشین، بعد دکمه ویرایش رو میزنین، خروجی بگیر. اینجا میتونین تنظیم کنین که با چه کیفیتی، این کیفیت 1x یعنی دقیقا همون اندازه صفحه نمایش گوشی شما، 3x 3 برابر صفحه نمایش گوشی شما، 4x و همینطور تا 7 برابر صفحه نمایش گوشی شما این تصویر رو میتونه با کیفیت ارائه بده. مونتا بستگی داره که چقدر حافظه داشته باشه سیستمتون، و همچنین میتونین تنظیم کنین که ذخیره با مت، ذخیره مت با پس زمینه بیرنگ باشه، یعنی کلا اون بک‌گراند از پس زمینه برمی‌داره و فقط متن فارسی، انگلیسی و تصویر رو خروجی میده. ذخیره با زمینه برنگ زیر هم همینطور، اون بک‌گراند بزرگ عکس تصویر بزرگ صفحه اول رو برمی‌داره، یه تصویر با یه بک‌گراند سفید براتون اینجا میذاره به اضافه متن و اون کارهای خوشنویسیتون، که البته تصویر پس زمینه رو میتونین رنگش هم عوض کنین، روی این سفید که بزنین میتونین با رنگ دیگه خروجی بگیرین که من فعلا کنسل میکنم. خب من ذخیره متن و عکس پیش فرض میذارم کلا همه چی با هم و با 3x، یعنی هر کاری که ما کردیم و یه خروجی به من بده با فرمت PNG به شما خروجی میده و در گالری قرار میده. دقت کنین اونایی که برای بار اول میخوان این کار انجام بدن یک بار باید اول اجازه رو صادر کنن و بعد برای بار دوم برن برای خروجی گرفتن. الان داره خروجی میگیره، پس برای بار اول که دارین از نرم افزار استفاده میکنین، بار اول که میزنین اجازه صادر میشه و بار دوم و همچنین برای بارهای بعد دیگه اجازه نمیخواد، میتونین همیشه راحت خروجی بگیرین. حالا میریم گالری و چک میکنیم که کجاست. خب ما الان در گالری هستیم، وارد پوشه مخصوص نرم افزار میشیم که با نام پوشه آدوس هست، در حافظه داخلی گوشیتون قرار گرفته و طرحمون آماده است. این دوتا عکس استیکرمون، این بک‌گراند بزرگ پس زمینه و این کار خوشنویسیمون که اصلا هیچ شباهتی هم به خوشنویسی نداره، و متنی که وارد کار کردیم، و این به صورت آزمایشی و تست بود که براتون انجام دادم. امیدوارم که این آموزش مفید شما قرار بگیره. خب یک گزینه دیگه باقی موند از منوی ویرایش که ذخیره پروژه است، که البته این کار رو بهتر همون اول کار انجام بدین، نه مثل من آخر کار که هر زمان نرم افزار بسته شد یا اینکه مثلا به هر اتفاقی افتاد و برنامه بسته شد متن اون کاری که کردین به صورت ذخیره شده داشته باشین. ببینید دکمه ذخیره پروژه رو که بزنین اول ازتون یه اسم میخواد، یه اسم بهش میدین. من مثلا کلمه تست رو وارد میکنم به عنوان اسم پروژه، ذخیره انجام میدم. خب الان پروژه ما ذخیره شد، یعنی از نرم افزار که خارج بشیم بعدن که واردش بشیم باید بتونیم به پروژه های قبلی، تا بی نهایت پروژه شما میتونید ذخیره کنید، به پروژه های قبلی دسترسی داشته باشین. از همین منوی ویرایش پروژه های قبلی ببینید رنگش آبیه، یعنی توش پروژه هست از قبل ذخیره شده، میزنین روش، لیست پروژه ها باز میشه که الان یکیه. روی تست بزنین پروژه تست باز میشه، اگر روی زبدر بزنین بسته کلن حذف میشه پروژه از لیست پروژه هاتون. من روی تست میزنم و همه چی لود شد مثل اول، و ببینید خیلی راحت میتونیم باهاش کار کنین و ادامه کارتون انجام بدین. یه دکمه اینجا ظاهر میشه بعد از اینکه تغییری در محتویات پروژه انجام میدین، اونم با این دکمه انگشت هست که دورش یه بند هست، یعنی اینکه یادت باشه روش که بزنین پروژه درجا ذخیره میشه روی همون نام قبلیتون، یعنی به همون به نام همون تست. الان مثلا اینو بخوام پاکش کنم، اول نقطهشو پاک میکنم، بعدم خودشو میخوام پاک کنم، ویرایش، خب حذف کردم، الان میخوام اینو ذخیره کنم دیگه، یک ساعت نمیخواد برم اینجا ویرایش و ذخیره پروژه بزنم و یه اسم دیگه ذخیره. همینجا رو این دکمه میزنین تمام،
و پروژه ذخیره شد. بعدن که بازش کنین با همین فرم وارد میشه. دکمه اضافات هم اینجا قرار داده شده که باهاش میتونین اعراب گذاری کنین. مثلا وقتی یه نقطه ای رو پاک کردین، اینجا نقاط دیگه به شکل های دیگه قرار داده شده وارد کنین، یا یه سری سیمبل ها رو وارد کار کنین، یا سرکش ها رو تغییر بدین. مثلا این سرکش بلنده، این سرکش متوسط، سرکش کوتاه. میتونین سرکش مثلا حرف کاف رو پاک کنین و سرکش از اینجا قرار بدین.